حواسمون نیست که یه چیزی هم در عالم به نام نماز شب هست. این که انسان سحر پشه با خدای خودش صحبت کنه. آقا ما سحر پشیم چه اتفاق؟ اصلا باید چی کار کنیم سحر پش؟ سحر خیزی خیلی کار سختی. اونم حالا الان کسی که تا 2 شب بیداره که 4 صبح نمیتونه پشه با خداش حرف بزنه. کسی که تا 1 شب برای عادت‌های ناروای خودش آب بشینه پا تلویزیون هی میزنه این کانال میزنه اون کانال میزنه اون کانال یه کانال بالاخره اینو 2 ساعت معطلش کنه، بابا هیچی نداره، پشو بگیر بخواب. سحر پشو با خدات صحبت کن، خودتو خسته میکنی پا اینا دیگه نمیتونی سحر پشی با خدات صحبت کنی. اگه شب از هم شب نشینید لذت بردی نمیتونی سحر پشی با ذکر و مناجات خدا لذت ببری، چون هر چی لذت بود پای تلویزیون ریختی، پای شب نشینید ریختی، پای فوتبالت ریختی، تا 2 شب نشسته لیگ نگاه میکنه. خب 2 شب الان تو میخوای بخوابی، ساعت 4 میتونی پشید، 4 هم پشید همش خمیازه است، حالی نیست، حسی نیست. انسان وقتی میتونه سحر پشه که روز خوبی داشته باشه. اونا که روزشون روزای خوبیه شباشون هم شبا خوب. اونا که تو روز حواسشون به خدا هست سحر هم میتونن. یعنی سحر خیزی کش اینه که تو امروز لقمه حلال خود، کجا تأثیر لقمه رو میفهمی؟ در اینکه شب تا صبح میخوابی، سحر پومشی نماز صبح هم رو قضا یا طلوع آفتاب یا با 4 تا لگد باشی نماز. کسی که سحر میتونه پشه به خدا میگه که خدایا من هنو بالاترین لذت رو مناجات با تو میدونم، از خیلی لذت ها گذشتم که از این لذت نگذرم. دقت کنید، از این که 10 شب تا 1 شب بشینم، خب سخته آقا 10 شب بخوابی، قدیما 7 شب میخوابیدن، اما چیزی نبود اینا بیدار باشن، برق نبود، اینترنت نبود، رسانه نبود، این همه وسایل ارتباط جمعی نبود، این همه عادت هایی که آدم ها رو وقت آدم رو بگیره نبود، 100 تا کانال، 50 تا کانال، 1000 تا کانال ماهواره نبود، گوشی موبایل نبود. حالا شما تو این همه لذت ها همه رو ببوسی بذاری کنار برای یک لذت بالاتر، اون چیه؟ این که سحر پشم با خدام صحبت کنم. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری. هر چی حافظ، حالا حافظ کش، چون تو عرفا، تو بزرگان، تو علما، هر کی به هر جا رسید به شب زنده داری رسید.